درود بر خانم ها و آقایان محترم که برای بزرگداشت یکی از بهترین فرزندان ایران زمین در اینجا گرد آمدند. از ورود نخستین اندیشه های اصلاح طلبانه و پذیرش تحولات مدرن در ساختار حکومت ایران حدود 170 سال و از استقرار نظام مشروطه حدود 109 سال می‌گذرد. در طول این مدت ما حدود 80 صدر اعظم و نخست وزیر داشتیم که در رأس دستگاه اجرایی قرار گرفتند. مروری بر زندگی نامه این افراد نشان می‌دهد که به استثنای 3-4 مورد تمامی اونها اعتبار عمده سیاسی خود رو از دولتی که در رأس اون قرار گرفتند اخذ کردند و پس از رسیدن به این مقام کسب حیثیت سیاسی کردند. ولی اون 3-4 مورد استثناء و به طور قطع در مورد مهندس مهدی بازرگان این معادله برعکس است. یعنی این دولت موقت بود که اعتبار خودش رو از شخصیت سیاسی مهندس بازرگان کسب کرد. کسانی که در اون هنگام دستن در کار امور سیاسی بودند و یا ناظر بودند که در جمع ما حتما تعدادی از اونها هستند، به خوبی میدونند که هر کدوم از کسانی که بعداً در حکومت ایران به مقام و مسئولیتی رسیدند و معروفیتی کسب کردند، اگر در اون هنگام در رأس دولت موقت قرار می گرفتند، هم از جانب نیروهای سیاسی مؤثر داخلی و جمع کثیری از مردم و هم در صحنه بین المللی از نظر کشورهایی که ایران رو رصد می کردند با عدم استقبال، حتی بی‌توجهی و شاید هم استهزاء رو برو می شدند. ولی وقتی مهدی بازرگان این سمت رو قبول کرد، دولت موقت اعتبار و وجهه بین المللی یافت که به راستی در مدت کوتاه عمر خود همچون لنگری مستحکم کشتی طوفان زده ایران رو پایدار نگه داشت تا نهادهای قانونی شکل بگیرند و جهان تغییر اوضاع ایران رو باور کنه. این حیثیت و شخصیت مقبول از کجا ناشی میشد؟ آیا فقط از حدود 30 سال سابقه سیاسی یا فقط از پاکدامنی و اخلاق پسندیده و سلامت نفسی که در ایشان به وفور یافت میشد؟ به گمان من بیش از این هاست. او در بستر این فضائل صاحب اندیشه سیاسی، تیزبینی، آینده‌نگری و تفکر استراتژیک ویژه‌ای شد که با ایستادگی بر این باورها شخصیت مهندس مهدی بازرگان رو یافت. خاطرم هست که در زندانهای رژیم سابق و حتی رژیم کنونی که همه گروه ها در اونجا با هم جمعند و نظرات مختلف موجوده، همگان حتی مخالفان سیاسی او با احترام از او یاد می‌کردند و او رو به عنوان یک پیشکسوت صاحب نظر قبول داشتند. براتون بگم که در زندانهای رژیم شاه وقتی ما در جنبش دانشجویی اون موقع وارد شدیم، حتی پلیس زندان یعنی نگهبانهای زندان از مهندس بازرگان با احترام یاد می‌کردند. موقعی که من در رأس جنبش دانشجویی وارد زندان شدم، مهندس بازرگان تازه ایشون داشت از زندان میرفت. یعنی یک چنین شخصیتی بود که حتی در پلیس زندان زمان شاه تأثیراتی بسیار اخلاقی و مثبت موقع گذاشته بود. من خود را آماده کرده بودم که در راستای اندیشه سیاسی و تفکر استراتژیک او به 4 مورد اشاره کنم، ولی متاسفانه چون وقت خیلی کم هست و در اختیار من وقت کمی گذاشته شده، فقط به یک نکته اشاره میکنم که به خصوص در شرایط کنونی کشور ما اهمیت بسیار زیادی داره. در دهه 40 هجری به خصوص پس از وقایع 15 خرداد 1342 که مصادف با دهه 60 میلادی است، جو سیاسی حاکم بر جهان به شدت تحت تاثیر عقاید و روش‌های چپگرایانه و تندروانه قرار داشت. جنبش سیاسی ایران هم که بطور عمده تحت تسلط جنبش دانشجویی بود، از این فضا تغذیه فکری می‌کرد که با توجه به رفتار خودکامه حکومت وقت، همه این رفتارهای چپگرایانه و روش‌های تند از نظر بسیاری از سیاستمداران، حتی بخش‌هایی از سیاستمدارانی که سابقاً میانه رو قلمداد می‌شدند، این روش‌ها موجه جلوه می‌کرد. جنبش دانشجویی و فعالین سیاسی که یکی از اونها هم خود من بودم، به رهبران سیاسی فشار وارد می آوردیم که جهت رادیکال باید پیشه کنید و با عمده کردن مسئله امپریالیزم و وابستگی حاکمیت وقت به اون هیچ حرکتی رو بر نمی تافتیم جز سرنگونی از هر طریق، حتی به زور اسلحه. مهندس بازرگان تسلیم این فشار نشد و با اشرافی که بر روندهای تاریخ سیاسی معاصر ایران داشت، به درستی همواره با عمده کردن مسئله دیکتاتوری و لزوم برقراری آزادی‌های دموکراتیک از طریق مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت پای فشرد. با تکیه بر همین باور، زمانی که در 1344 در دادگاه نظامی محاکمه میشد، در مقام یک اصلاحگر اجتماعی به رژیم حاکم توصیه کرد که اگر فضای سیاسی کشور رو باز نکنید و آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی مشروطیت رو به مردم ندهید، از این پس دیگه با گروه‌های قانونی مواجه نخواهید بود، بلکه با حرکت‌های تندروانه و مسلحانه روبرو خواهید شد. پیشبینی بسیار درستی که پس از 4-5 سال بحث‌های فشرده، که البته خود تاریخچه این 4-5 سال بحث فشرده بسیار جالبه که امیدوارم در یه فرصتی من بتوانم در این مورد صحبت کنم، جنبش دانشجویی به سمت زیرزمین‌های مخفی، خانه‌های تیمی و اسلحه رفت که حدود 6 سال طول کشید و دو نتیجه بیشتر نداشت: قربانی شدن تعدادی از بهترین جوان‌های ایرانی و تشدید جو خفقان و فشار رژیم حاکم. در حالی که اگر به توصیه‌های تیزبینانه این اصلاحگر بزرگ توجه می‌شد، جنبش دانشجویی به سمت احزاب و جمعیت‌های قانونی و دموکراتیک می‌رفت و طبعاً با شرکت همگانی در سرنوشت سیاسی کشور مجلس‌هایی می‌داشتیم جدا از مجلس‌های فرمایشی که تابع منفیات یک فرد باشند. بدون شک از این مجالس و افکار جمعی راه حل‌های ارائه می‌شد که اون همه خطاکاری در فاصله سالهای 42 تا 57 صورت نمی گرفت و فضای سیاسی کشور در وضعیتی قرار می گرفت که اصلا انقلابی رخ نمی داد، که در اثر اون این حد از خسارتهای عظیم انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رو که در این سالها شاهد بوده ایم و الان هم هستیم تحمل نمی کردیم. تفکر استراتژیک مهندس بازرگان رو شما مقایسه کنید با شرایطی که پیش آمد. بر اساس همین باور آزادمنش و تشخیص درست بود که این دولتمرد آینده نگر در کوران حوادث سالهای 56 و 57 که همه بر طبل انقلاب میکوبیدند، به طور عمده بر حقوق بشر تکیه کرد و فعالیت خودش رو در این مدار قرار داد. در دوران دولت موقت از دو سو تحت فشار چپ‌روی‌ها و تندروی‌ها قرار داشت: از درون جنبش فوران کرده سیاسی پس از رخداد 22 بهمن و از درون حاکمیت از جانب جناح‌هایی که یا با اعتقاد به تفکرات چپ‌روانه و یا به خاطر قدرت طلبی و بهانه‌های ظاهراً موجه او را تحت فشار قرار می‌دادند، ولی تسلیم نشد. همواره و به درستی میدید که این فشارها غیر قابل تحمل، از قدرت کناره گرفت در حالی که میتوانست با سازش و راضی کردن بخش‌هایی از حاکمیت سالها در قدرت بماند. کما اینکه خیلی از کسانی که از او درس سیاست آموخته بودند با شامه قدرت طلبی ماندند در حاکمیت. ولی او هرگز به باور خود به آزادی و روش‌های قانونمند پشت نکرد و همواره بر اون ایستاد. پس از کنارگیری از قدرت هم در مقام یک اصلاحگر اجتماعی در همین راستا به توصیه‌های خود به رژیم ادامه داد. این یک گوشه از شخصیت سیاسی اوست که به ما می‌آموزد آزادمنشی، ارزش آزادی‌های دموکراتیک، آینده‌نگری تیزبینانه و پافشاری بر اصول و دوری گزیدن از مصلحت سنجی‌های ظاهراً موجه ولی پوشیده در پرده قدرت طلبی از این زوایا در زندگی و شخصیت سیاسی او بسیار است. امروز جامعه ما به شخصیت‌های نظیر او شدیداً محتاجه. بنابراین شایسته است که در اندیشه‌ها، منش‌ها و روش‌های او و درک تفکر استراتژیک او یک بررسی جامع و تحقیقاتی صورت بگیرد، شاید که چراغی باشد در راه آینده ایران ما. خداوند نگهدار همه شما باشد.